پشیمانی احساسی هست که ما داریم نسبت به کاری که در قبل انجام دادیم و الان نسبت به اون احساس مثبتی نداریم و تاییدش نمی کنیم. در روانشناسی پشیمانی به این معنا گفته میشه که پشیمانی نشون دهنده رشد و تکامل فردی هست یا ما هست. چرا؟ به خاطر اینکه قادریم تشخیص بدیم کاری که از قبل انجام دادیم کار درستی نبوده و الان براش احساس پشیمانی داریم. اما اگر ما بتونیم این انرژی پشیمانی رو تبدیلش کنیم به انرژی رشد و ازش استفاده کنیم و هدفمندی آینده و جلوی اشتباهات بعدیمون رو بگیریم، میتونه خیلی سازنده باشه. در کتابی که بهتون میخوام معرفی کنم، 4 پشیمانی رو طبقه بندی کرده: بنیادی، جسارتی، اخلاقی و ارتباطی. در بنیادی، چیزهای خیلی بنیادی مثل سلامت ما به خطر افتاده، ورزش نکردم الان سلامتم به خطر افتاده. در جسارتی مثلا ریسک این رو بر نداشتم که برم یک شهر دیگه درس بخونم چون که مثلا دلتنگ می شدم و امن بازی کردم. در پشیمانی اخلاقی مثلا خیانت کردم یا جایی که باید کمک میکردم و باری رو از دوش کسی برمیداشتم نکردم این کار رو. در ارتباطی یا پشیمانی ارتباطی اونجایی هست که ما با عزیزانمون، با اونایی که برامون مهم هستن، قهر کردیم، رابطه‌مون رو حذف کردیم.